ارزش طلا را دارد. طلای سرخ که میگن همینه، همین زعفرونی که ما چیدیم. گرونترین ادویه جهان همین زعفرونه. 95% تولید زعفران دنیا از آن ایران است. سالانه در کشور 400 تن زعفران خشک تولید می شود که 65 تن آن مربوط به خراسان جنوبی، خاستگاه زعفران ایران و جهان است. تو ایران هر جا اسم از زعفران میاد و از مرغوبیت زعفران و زعفران برمان زعفران قاینات می شناسن. با این حجم تولید تنها یک واحد فعال بسته‌بندی زعفران در خراسان جنوبی وجود دارد. ظرفیت اسمی کارخانه مطابق با پروانه و مجوزهایی که ما داریم 7.9 تن در طول یک سال هست. پس سرنوشت مابقی زعفران تولیدی خراسان جنوبی چه می شود؟ یه بخشی از این زعفران کمی داخل مصرف میشه و یه بخش دیگه هم به صورت غیر رسمی خارج میشه. افغانستان مقصد زعفران هایی است که به صورت غیر رسمی از کشور خارج می شود. افغانی ها می خرن. خود افغانی ها تو بازار هم می خرن. امسال تو فروردین فروختن. از افغانستان اومدن اینجا؟ بله. و همینجور فلهی بهشون می فروشیم؟ ما همینجور فلهی ما فروشیم. آنطور که رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران می گوید میزان زعفران هایی که این گونه از کشور خارج می شود کم نیست. 20,000 کیلو زعفران ما غیر مستقیم قاچاق شده به افغانستان. دلال افغانی میاد بدونی که مال ما رو سوسری بزنه با قیمتی مثلا 4 تومن 5 تومن مثالی بیشتر از ما میخره، خب ما 100% میفروشیم به افغانی. بخش دیگری از زعفران خراسان جنوبی راهی مشهد میشه. در این شهر هم به دنبال سرنوشت طلای سرخ خراسان جنوبی رفتیم. اصل زعفران قاینات هم داریم بفهم. اینجا پایتخت صادرات طلای سرخ ایرانی. بر اساس آمارها سال گذشته 280 تن زعفران از کشور صادر شده که بیش از 90% آن سهم واحدهای بسته‌بندی مشهد بوده. بیش از 90% از زعفرانی که داره صادر میشه داره خام میره. یعنی در واقع داره به صورت بسته‌بندی‌های نیم کیلو یا کیلو داره صادر میشه. اگر همینجوری پیش نره دقیقا صنعت زعفرون چند سال دیگه از دست ایران خارج میشه. اما با این حجم صادرات زعفران ایران در بازارهای جهانی چه جایگاهی دارد؟ اسمی از زعفران ایران ما تو آلمان نشنیدیم. پیز کنوشمو لو زعفرانو پوکو. تمام زعفرانی که در ایتالیا وجود داره به نام اسپانیا. خام فروشی و صادرات زعفران در بسته های بزرگ باعث شده تا اسپانیا از طلای سرخ ما برای خود کیسه بزرگ بدوزد. این بسته بندی فله که برای کشور اسپانیا بسته بندی شده به اونجا فرستاده میشه، در اون کشور به صورت بسته بندی های کوچیک بریز و با نام تجاری خود اون کشور به کل دنیا عرضه میشه. یا زعفران های ایران هم میارن اینجا بسته بندی میکنن کوچولو 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 در یک روشن این قدرش 3.5 یورو بر یه بار مصرف. تقریبا 1/8 قیمت جهانی ما میدیم، ولی اونا دست میاره اون 7 برابر سود دیگهش میره تو جیب کسی که فقط بسته بندی میکنه. تنها اسپانیایی، چین، افغانستان و حتی شیخ نشینان حوزه خلیج فارس هم از خام فروشی زعفران ایران بیشترین سود را میبرند. اینها ببینید بسته‌بندی های مختلفیش از زعفران در واقع ایران، اما در بسته‌بندی های مختلفی که در سطح بازارهای جهانی داره انجام میشه. مثلا یه زعفران بسته‌بندی اسپانیایی است، زعفران ایرانی است که در استرالیا بسته‌بندی شده، یه زعفران از ایران میتونید در بسته‌بندی آلمانی در واقع ببینید. سرنوشت زعفران ایران در آن سوی مرزها وقتی روی دیگر خود را نشان می‌دهد که دنیا برای فراوری این محصول ارزشمند برنامه‌ریزی کرده. تولید صدها نوع محصول از لوازم آرایشی بهداشتی گرفته تا محصولات غذایی و دارویی. بیش از 49 خاصیت درمانی برای زعفران شناخته شده و صدها فراوری دارویی از زعفران تا حالا تهیه شده. بنابراین دنیا به زعفران به عنوان یک داروخانه گیاهی در واقع نگاه میکنه. اما در ایران از این زنجیره غافل شده ای. نمونه اش را میتوان در خاک خوردن تجهیزات یکی از بروزترین و بزرگترین واحدهای فرآوری زعفران دنیا در تربت حیدری دید. به علت عدم وجود نقدینگی و یا عدم حمایت هایی که مسئولین باید بکنن، از این ظرفیت این امکانات ما نتونستیم استفاده بکنیم. واحدی که در آن میتوان 16 فرآورده از زعفران تولید کرد، نمونه اش کروسین است.
ماده اولیه شرکت‌های داروسازی، فرآورده‌ای که می‌تواند ارزش افزوده زعفران خام را تا 12 برابر افزایش دهد. ما اگر بتونیم زعفران را تبدیل به پروسیم کنیم و صادرات انجام بدیم، بیش از 180 میلیارد تومان برای ما استفاده داره. و اگر این گونه واحدها به چرخه تولید برگردند، هم از خام فروشی طلای سرخمان جلوگیری می‌شود و هم ارزآوری برای کشور به دنبال خواهد داشت. آنگاه است که سهم ایران از بازار 8 میلیارد دلاری فراوری و بسته‌بندی زعفران در دنیا 400 میلیون دلار که نه بسیار بیشتر خواهد بود.